در گذشته ها کتابای تاریخ افغانستان را ورق بزنید چی ها که نگذشته. آل تاریخ این در ما شما باید به دلخواه خود بنویسیم. یک ولسوالی پسمانده است که در ولسوالی در برسته ولسوالی یک دانه لیسه ما تیلا نداریم. مولوی صاحب خودی معرب پویاغه در امیر در مولوی صاحب در مسلم نمیگیده مگم یک کماندان در خکیبان ولسوالی در پویاغ مولوی صاحب نمیگیده در مگده خاکیابان ولسوالی دی ولسوال ماوین در صلح از پول دوستی صلح از کتر نمیه بابا دا مکاتب سیده پا دیکی علم حاصلیج علم سیده اگر رونا ده بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم انه بسم الله الرحمن الرحیم و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا نی افغان و نی ترک و نی تتارم چمنزارم و از یک نوبهارم تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهارم. ما خوشحال هستیم که به درخواست مکرر مدیر صاحب حسن در خدمت مردم خوب خاکران و یا خاک افغان آمدیم، البته در خدمت فرزندان افغانستان آمدیم، در خدمت برادران و خواهران خود آمدیم. برای چی؟ برای ازی آمدیم که امو قسمی که کودکان ما، دخترای ما، بچای ما در جاغوری مکاتب بسیار زیبا دارن. شما حتما در جاغوری سر زدین. الحمدلله هیچ گوشی نمانده که مکتب نداشته باشه. اما قسمی ما به عنوان فرزندان افغانستان می خواهیم که در همسایگی ما، در خاک ایران و خاک افغان ما هم دخترها، بچه ها، اینا برادرها و خواهرای ما هستند، اینا هم مکتب داشته باشن، اینا هم درس بخوانن. چو شمع از پی علم باید گداخت که بی علم نتوان خدا را شناخت. ما برای رسیدن به یک افغانستان آباد و زیبا، به یک رسیدن به یک فضای مطلوب و بیرون رفت از فضای موجود نیاز به ساختن مکاتب داریم. یک دست تنهایی آواز نداره که موگه دنیا از یک گل بهاره. مردم هزارگ 100% باسواد شد، دور و دورش خدای نخواسته باسواد نشد، او زمان وضعیت خراب استن. یا اگر مردم خوب پشتون ما باسواد شد، مردم هزاره باسواد نشد، بازم وضعیت خراب استن. دوستای محترم، وقتی رسیده که وقت همکاری رسیده، وقتی رسیده که دست یک دیگر بگیریم، وقتی رسیده که ما دیگر گر جهنم ساختم فردوس هم میسازمد، وقتی رسید ما افغانستان را بهشت بسازیم، وقتی رسید که بخیر ما افغانستان را کشور نامنیک و سربلند بسازیم، او زمان میشه که هزاره و پشتون و تاجیک و ازبک و ایماک و ترکمن و عرب عجم همه و همه دیست یک دیگر بگیریم، به عنوان یک مسلمان به فرموده قرآن متحد و منسجم شنیم، از تفرقه و کینه و کدورت بیزار شنیم. او زمانی که دیست خواهی یک دیم گرد و غبار از سر و سیمای بچه های از موشما دور خواهد شد. هر کدام دختر و بچه خاک افغان مثل بچه جاغوری و بامیانی انشالله مثل گل واری همه تا خوش و درخشان خواهد بود. این مقدس اسلام بدبوترین بو بوی نفاقه. اینجا علمای بزرگوار هستند. زیشترین سخن سخن اختلاف است. امی که ما و شما در نماز جماعت نماز میکنیم، رو به طرف قبله میکنیم، پیام ازی چیه؟ پیام سیاسی ازی، پیام سیاسی اتحاد و همدلی دوستا. مولوی صاحب بزرگوار، لذایه که اگر یک عمر نماز خواندیم اثر از اتحاد و همدلی در دل ما با وجود نامده، ناقی ما و شما خود را به زحمت انداختیم. لذا چشم مدیر صاحب، ما خود فقط قاصد هستم، ما هم عذر میکنم، التماس میکنم برادرای از ما که هزاران نفر در کشورهای مختلف میبینه، میگم دوستا بیاین یک خانه خوب معارف را در خاکران بخیر برای بچای و دخترای از این سرزمین آباد بکنی. یک روز بخیر ما بیاییم، بعضی وقتا دوستا واقعا اینه آدم بعضی دخترای
نازنین دختران مثل گل را میبینه که متاسفانه با پای برهنه راهی مکتبن. کسی که مسلمان باشن درد و رنج یک کسی دیگر را درد خود و آسایش دیگر را آسایش خود بدانن دلش خون میشن. سروری سای بزرگو باور کن این صحنه را نباید بید دختر مست که پایش لوچد و در این هوای داغ و سوزان به طرف مکتب میره. ما چرا این قسمت به توجه بکنم؟ لذایه که انشالله عزیزایی که مسجد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را در غجور جور کردن خوی معنایش است که ما برادر هستیم. ما مسجد ابوبکر صدیق جور میکنیم، شما مسجد حضرت علی علیه السلام جور بکنید. ما پول جور کردیم، شما بیاین بند جور بکنید. شما قد ما هم کاری کنید، ما قد شما هم کاری میکنیم. در گذشته ها کتاب های تاریخ افغانستان را ورق بزنید، چی ها که نگذشته. آل تاریخ آینده ما شما باید به دلخواه خود بنویسیم. در تاریخ آینده باید نوشته باشه پر از مهر و محبت و انسانیت و صمیمیت و انسانیت موج بزنه مردم دنیا زندگی با همه و اجتماعی را از مردم از ما شما یاد بکن. چشم، ما بسیار خوش میشیم که بیاییم مکتب شما را که نیمه کاره هستن این را به خیر آباد بکنیم و انشاءالله که یک روز جشن افتتاح زیر بگیریم. دوستا یک کار شما شروع کردین، عزیزایی که قبلا هم کاری کرده آقای سفری صاحب لستایش را گفته بود، اما نو باز یک بزرگواری کنه، سال نو، کمک نو بخیر برای دستاوردهای نو. انشاءالله که سرفراز باشین، دیگه وقتی بزرگوار نمیگرم. ما از بینندای محترم وادی نور و سایر رسانه های خوب و عزیزی که اینجا آمدن، ما بخیر قدر رسانه هایی که اینجا هستن در زودترین وقت آشنا خواهد شدیم. از تمام بیننده خواهش داره که بخیر امین مکتب را کمک کنه، انشالله کمک کنه، با امید خدا کمک کنه. ما کمکش کم بود کلو بود، دو دسته مرید تقدیم مسئولین میکنه بخیر این کار شوه. البته ما یک خواهش دیگه دارم، مگم نه تنها دوستای محترم، نه تنها کاری کنه که اطفال از این سرزمین به مکتب نمنه، بلکه کاری کنیم که ده هیچ گوشه و کنار افغانستان، در شرق و شمال و جنوب و مناطق مرکزی، هیچ جای افغانستان بچه‌های افغانستان به مکتب نباشه، بچه‌های افغانستان به تعلیم نمنه. ای کاش خدا او روز را برسانه که یک زمان بیش نمیم که دکتر زرغونه در خاکران اینیت یک مکتب داره، یک شفاخانه داره. دکتر ملالای، انجینیر ملالای اینیت رقم شاهکاری کردن و هر کدام از این بچه ها کسی یک زمان ببینیم که الحمدلله کلگیش صاحب قلم، کلگیش تعلیم یافته، کلگیش صاحب یک کارخانه هستن، کلگیش اینیت رقم برنامه داشته باشه. السلام علیکم، اخلاصی سبت است او دیتا سی کم مرگر سیدیز دل دراغل دی مکتول تا خوش آمدی دوائی خدای مراولا هر کل راسی خوش آمدی در دوائیو سلام علی بخیر راسی تاسی بدغ ولسوالی که اسی مکتا کم خزمت کرده دا مک دی ستایی دیتا سی خزمتون ستاییو که خدای پاک دی مل سی سپری سابو دل دی خزمت کرده و سی برادر تشریف را بوده بچو و سی بی تعلیم پا دی بدغ بانی پام کوی نمک تشکر دوائیو سلام علی که غواری که مهربانی وکړې لومړی خپل ځان خپل ملګری مشتر را وپیژنې. لومړی خو زه د سبت اول نفوس مدیر محمد حسن حافظ نویکم، د خکیبان ولسوالۍ د سبت اول نفوس مدیر یم. دا د سفری صاحب برادر ده او دا د موږ معلم صاحب د مکتب ده، هغه برادر خو له هغه راغلی ده عبدالنبی کاکا از پول دوستی اومده. دیگه مولوی صاحب خو د معرف په هغه د امیر ده، دا مولوی صاحب زده مسلم نمیږي، د موږ همد یو قمندان د خکیبان ولسوالۍ دا طیب مولوی صاحب نمیږي، دا د موږ د خکیبان ولسوالۍ د ولسوال معاون ده عابد مولوی صاحب نمیږي، کورنۍ امنیت ده د موږ د ولسوالۍ د او شریف مولوی صاحب میگه دا بیا د امر معروف هغه د شوبې امیر ده داغم د هم مرګره دي د مولوی صاحب مرګره ده پوهنه نظارت امیر ده جندلا صاحب او داغه دوه مرګره چې دا بیا د موږ د ورسوالۍ د استخباراتو په نمایندګي راغلي د مشال صاحب مرګره دي تاسو هغه شوبې څاو دا د ټولې امنیت امیر ده نو دا ټول لامرګر مې راغلی دا خدا نور کومه ډاکټر صاحب محترم هغه د
علم شاده در ټول مرګرز دل ترغلی موږ تشکر جن کوله تاسو موږ در ټول تشکر کوو سپ خیر خبر دی وکړي مسافرونو ورونو ته پیغام پرې خو او موږ ته دی موږ ډیر خوشاله سو چې تاسو د برادران له جاغورش کرا ستلسی دلتم تشریف راوړل موږ ډیر خوشاله یو تاسو دی الله خوشاله سي چې موږ د بچانو ما مخکې مرته سي موږ د بچانو او د مکتب تاسو سره خالص راځي موږ له غزل راځي سي دا موږ ډیر خوشاله یو خدای دې تاسو خوشاله سي تاسو ټول هم کاران اولنی دوري مخکې مو کوي اول خدای پاک سفر صاحب ته جنت الفردوس پر نسب کې سي اول سنگ دی تادابی سپری سابی خدا بلاخره اوس خواه مسافر ده برادر ده لماس ریو جایی و لارده انشالله اوسم ده همکاری که خدای پاک دلی خوشحال سی او بل پا پلندن که دموگ یو برادر ده جبار عزیز صاحب نم بانسی مکسر سپری ساس را کومک کرده لمکسر را کومک کرده لده طول خاکیبان ورسوالی سر یقا کومک کرده ده مکتب بر تجول سی تاس بدی ده مکتب مثال بدی طول ورسوالی کنه لرزی نست و ده اولین نگاه ده مکتب ده تاسی جلوی و تاس ده الله رازی سی مک منو ندش که ده تاس ده طول همکاران شکر که شما ایم روز هم دید قدم اینه که اشتید که دمی ورسوالی یک مکتب جور شوه امی مردم سوادار شنه به سوا شنه آدم اگر فکر کنه چقدر پایسنگ خوب پایسنگ آینده برای شما تو اقدام کده سپاسگزاریم تشکر یک جهان شما بازم تکرارن مگیم که از مسافرین و خیرین که این مسافر که آلی در مسافر است یک جهان تشکر سپاسگزاریم که پایسنگ زی مکتب رشته ولسوالی خاک افغان برادرای عزیز القدرم هزار کجا که هستید ما را میبینید یک ولسوالی پسمنده است که در ولسوالی در بسته ولسوالی یک دانه لیسه ما فعلا نداریم حالی فکر کو جاغوری به کدام سویه یا حالی ما در مرز که مروم او طرف رسیل نو ما می طرف میگیم که ما ایخ دخاری جامدیم و برادرایی که از دور جایه هم ده این منجی فکر منه مگیه که نمی خارج است داخل نیسته و یک مزاق من ده یاد ما مایه که از سیزا از برادرای خیرین آموزی کمک موسیسا هم ده جاغوری رو کسایی که داد گفت بلی از خدا شما نیاز به کمک ندارید از روپا شما پیش است می قدر پسمنده ولسوالی این بخاطر خدا بخاطر این زی تلپاها شما اگر زکات در کونی جیب داشته باشید اگر خیرات داشته باشید و یک تا زاد که اینی منجی میرسه که مکتب مدرسه جور شود دمی مردم میرسه صلح از پول دوستی یا صلح از کتر نمی آید با من بر وقت اینی می مکتب اینی می که درس بخانه اینی می که تالی مفته شون است صلح خود چنده آدم که بیدانه بو پامه اینمی صلح هسته اولا خور اغلو ملمانو تا و حضیر منی دست اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته و آیمه خدای جل جلاله دی دادی دی دی راتک سبب دی دی کامیابی و گرزه خدای جل جلاله دی دی راتک سبب دی طولی و لسواده دی پاره دی کامیابی و گرزه لدینا سی مغل سوالی تراغلی دی او دی مغل سوالی پیاده یا دا خزمت رو تکرده دی او د دې راتګ ته خره غلاس وایو خدای جل جلاله دې نور توفیق هم ورکړي چې په دې ولسوالۍ کې نور خدمت هم وکړي سلام او بل خبره دا ده چې موږ ځینې خواهشمند یو چې پوره کوشش وکړي او پوره خدمت دې ولسوالۍ او په دې دوران ولسوالۍ د دې ولسوالۍ ته هیڅ خدمت هم نه ده سوی که دوی وګوري چې ولسوالۍ په هر کونج او کنار کې که د پلانو په کچه باندې وي که د مکاتبو په کچه وي که د ولسوالۍ په کچه وي او ولسوالۍ خو لا د دې وظیفه هم نه ده نو چې دې ته ښه پوره توجه وکړي او ښه پاملرنه ورته وکړي او ښه خدمت ورته وکړي نور وخت ډېر ضایع سو د دې راتګ ته مو ښه راغلاست وایو خدای جل جلاله دې د دې دا ستړې او تکالیف او دغه راتګ د خدای په دربار کې قبول مقبول وګرځوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دغه راغلی میلمنو ته ښه راغلاست وایو موږ یې منندوی یو او موږ د داسې د دې شکر ادا کوو چې داسې خدمت یې زموږ ولسوالۍ ته وکړي او په آینده کې هم دا ځینې غواړو چې ښه خدمت زموږ ولسوالۍ ته نور هم وکړي ځکه دا یو لرې غرنۍ ولسوالۍ ده په دې کې مکاتب کم دي
نو لدی زخم موږ منندوی یو او کوم مسافرین چې دی لدا مکاتب سره کومک کوي یا لدا مکاتب غم ورسره ده هغه هم موږ منندوی یو نو زموږ ارزو او خواهشات دی چې موږ په ولسوالۍ کې چې څنګه رایه دغه مکتب جوړ کړي نور خدمت هم راته وکړي نور مکاتب هم راته جوړ کړي ځکه داسې ده دا مکاتب چې دی په دې کې علم حاصلېږي علم چې دغه رڼا ده په دې کې عصري علوم هم زده کېږي دیني علوم هم زده کېږي په دې کې هر څوک هر ماشوم ښه تربیه اخلي او ښه روزل کېږي نو موږ له دې څخه منندوی یو موږ یې همکار یو موږ یې خدمت ورسره کوو چې هر څه همکاري زموږ په وس پراوله هغه موږ ورسره کوو او د دوی موږ شکر ادا کوو د دوی څخه موږ منندوی یو.